کشور سوئد بار دیگر شاهد قرآن سوزی آن هم در ماه مبارک رمضان بود یک اتفاق جنجال برانگیز و تحریک آمیز علاوه بر خشم مسلمانان محکومیت جهانی را نیز در پی داشت با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم باز هم قرآن سوزی در سوئد موجب برانگیخته شدن احساسات مسلمانان و محکومیت جهانی در پی این حادثه شد این بار دو نفر با نام های سلوان نجم و جیت سنبرگ نمایشی دراماتیک در مقابل پارلمان سوئد در استوکهلم اجرا و یک نسخه از قرآن کریم را سوزاندند. این حادثه حساسیت برانگیز به طور گسترده و همزمان فیلم برداری و پخش شد. چرا که این دو نفر با بلندگو و لباس مذهبی در این برنامه حضور یافته بودند. این برنامه در افکار عمومی و نگاه ناظران تشدید افراطیگری و دارای ماهیت نفرت و نجات پرستی نسبت به اسلام و مسلمانان ارزیابی و موجب افزایش حیرت و نارضایتی شد. یک زن مسلمان که شاهد این صحنه بود در حالی که پلیس نیز در این برنامه حاضر بود با ابراز نارضایتی و تقبیه این اقدام تحریک آمیز نسبت به آن اعتراض نموده و از خود واکنش احساسی نشان داد. گفتنی است که این رخ داد اولین حادثه از این نوع نیست که پارلمان سوئد شاهد آن است. چرا که سلوان مومیکا مهاجر عراقی نیز قبلا اقدامهای مشابهی را در این خصوص انجام داده بود. او نسخه هایی از قرآن کریم را در مقابل پارلمان سوئد به آتش کشید که جنجال گسترده ای را در این کشور به راه انداخت. لازم به ذکر است که این اقدامات جنجال برانگیز توسط بسیاری از احزاب در داخل و خارج از سوئد محکوم و آن را نقض آزادی عقیده و تحریک احساسات مذهبی مسلمانان دانستند. آنها همچنین خواستار اتخاذ تدابیر بازدارنده در مقابل کسانی شدند که با ایجاد فتنه های اینچنینی به نفرت و تبعیض مذهبی دامن میزنند. گفتنی است که آیت الله العظما شیرازی در گرد همایی مبلغان دینی در آستانه ماه مبارک رمضان سال جاری دفاع از قرآن کریم در برابر حجمه ها و دروغ که به کلام خدا در شبکه های مجازی و ماهواره و حتی بعضا توسط برخی از افراد تحصیل کرده نسبت داده می شود را واجب کفایی و به دلیل عدم وجود کفایت در پاسخگویی واجب عینی توصیف فرمودند. معظم الله با تاکید بر اینکه امروز دنیا دنیای شبکه های ماهوارهای و اینترنت و نظیر این گونه تکنولوژی هاست و مطالب مفسد انگیز از سوی اهل فساد در همین فضاها در حال پخش شدن و تحصیل گذاری است فرمودند ماه مبارک رمضان مناسبت خوبی برای نقل و تکرار این گونه مطالب است و هر حسینی که در هر جای دنیا قرار دارد از همکنون باید به این فکر باشد که با استفاده از شبکه های و اینترنت فرهنگ قرآن کریم و رسول اکرم و اهل بیت علیه السلام را منتشر نماید همان گونه که پیامبر خدا فرمودند کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لذا باید همه این مطالب منتشر بشود و چه بسا که یک انسانی که در سرزمینی دور زندگی می کند قبل از انسانی که در نزدیکی ماست هدایت شود. ایشان در ادامه فرمودند لذا شایسته است که هر حسینیه یک شبکه ماهوارهای ای راه اندازی کند ولو آنکه از الان به فکر آن باشد اما ده سال آینده راه اندازی شود و هر هیئت و مسجد و مؤسسه ای هم چنین اقداماتی انجام دهند تا به دنیا برسد و آنچه که در چارچوب این مراکز در رابطه با اهل بیت در طول سال وجود دارد به تمام دنیا برسد و وقتی از این همه مراکز به دنیا مطالب منتقل شد تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه